بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. در خدمت شما هستم با چند فیلم از فصل گوارش، انشالله که به صورت کامل بتونیم خدمت شما باشیم. فیلم اولی که از مبحث گوارش میگم، ساختار و عملکرد لوله گوارش، همچنین بعد از اون حرکات لوله گوارش رو بررسی میکنیم و در ضمن اون تست های مربوط به مباحثی که میگم رو با هم بررسی میکنیم. اولین نکته که اینجا باید بلد باشیم این هستش که کلمه دستگاه گوارش با لوله گوارش متفاوته. من میرم روی نوت، خواهش میکنم نکات رو روی جزوتون وارد کنید. دستگاه گوارش تشکیل شده از لوله گوارش و غدد گوارشی است. غدد گوارشی شامل کبد، پانکراس یا همون لوزالمعده، همچنین غدد بزاقی هست که هر کدوم رو باید جداگانه خدمتتون توضیح بدم. حالا که تفاوت اصلی بین دستگاه گوارش و لوله گوارش رو متوجه شدیم، ابتدا به ساکن بنداره های گوارشی رو بررسی میکنیم. خب ما میدونیم که بنداره با دریچه متفاوته. تفاوت در چیه؟ هرگاه من از کلمه بنداره استفاده میکنم، یعنی ماهیچه‌ای که همیشه منقبضه مگر زمانی که مواد غذایی یا مواد دیگه‌ای میخواد از اون عبور بکنه، یعنی جنس بنداره های گوارشی ماهیچه هستش. شش بنداره گوارشی که با هم کار میکنیم، بنداره ابتدایی مری هستش که هنگام خروج باد گلو هم این بنداره باز میشه، از جنس ماهیچه اسکلتیه و مانند سایر ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکری است. بنداره انتهای مری ملقب به کاردیا رو داریم. بچه کارد به یونانی یعنی قلب، کاردیا یعنی زیر قلب، یعنی این بنداره متمایل به سمت چپ بدن هست. اگر دقت کنید من نوشتم که تمایل به کدوم سمت بدن دارن. کاردیو از جنس ماهیچه صافه، یعنی تحت کنترل اعصاب حرکتی خود مختار میتونه باشه، نه پیکری، به این دلیل که اعصاب حرکتی پیکری به عضلات اسکلتی مثل دیافراگم، مثل عضله دو سر بازو یا هر عضله اسکلتی دیگری ارسال دستور خواهند داشت. بنداره بعدی که بررسی میکنیم و در سمت راست بدن واقع شده، بنداره پیلور هست. بچه بنداره پیلور رو ما میتونیم انتهای معده در نظر بگیریم، به هیچ عنوان نمیتونیم ابتدای روده در نظر بگیریم. توی تستا به این موضوع توجه کنید که در ابتدای روده ما هیچ بنداره نداریم و دلیلمون چیه؟ بچه در تشریح پیلور ماهیچه مورب دیده میشه. ماهیچه مورب مخصوص معده هست و در هیچ قسمت دیگر از لوله گوارش به غیر از معده ماهیچه مورب وجود نداره. بنابراین پیلور رو فقط میتونیم انتهای معده بگیریم و ابتدای روده حساب نمیشه. و جنسش هم که میدونیم از ماهیچه صاف هست، تحت کنترل حرکتی خود مختار. مثل بنداره انتهای روده باریک که سمت راست هست. پس ما انتهای روده باریک برخلاف ابتدای روده باریک دارای بنداره هستیم. همینطور این اسم بنداره انتهای روده باریک رو بدونیم که ایلئوسکال هست. تو کتاب درسی اشاره نشده، منتهی مراتب بالا ممکنه تو کتاب تستی جایی ببینید، برای ما اهمیتی نداره. و ما بنداره داخلی و خارجی مخرج رو داریم که توی تستا میتونن بنداره داخلی و خارجی راست روده هم بگن، مسئله نداره. فقط این که میدونیم خارجیه مثل بنداره ابتدای مری از جنس ماهیچه اسکلتی و تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکری است. یه ریتمی بخوایم شش بنداره رو به ترتیب بگیم، میگیم وسط، چپ، راست، راست، وسط، 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 چپ، راست، راست، وسط، وسط. ریتمی هست که ما برای این بنداره ها میگیریم. خب حالا که بنداره ها رو گفتم، یک شکل خیلی معروفی توی کتاب درسی هست که سال 89 تا 94 خیلی توی کنکور اومد و من دوست دارم اون رو بررسی کنیم. این شکله. این آقایی که اینجا هست از نظر آناتومی برای ما اهمیت داره. خب حالا خیلی از نکات رو اینجا نوشتم، خیلی از نکات رو هم ننوشتم. ازت خواهش میکنم که توجه بکنی و جزوت رو کامل بکنی. ببینید بچه، توی علم آناتومی وقتی ما از روبرو تشریح میکنیم، سمت چپ و راست برعکسه، یعنی این قسمتی از آقا که سمت راست میبینیم در واقع سمت چپ بدنشه و این قسمت سمت راست بدنشه. یک پرده قرمز رنگ نازک من اینجا میبینم، این دیافراگمه. دیافراگم باید حواستون باشه، دیافراگم یا میان بند عضله اسکلتی هستش در کنکور و تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکری میباشد. در زمان دم به صورت مسطح در میاد و منقبض میشه
و در زمان بازدم به صورت گنبدی شکل یا حالت استراحت در میاد. اگر بخوام با فصل ماهیچه ها من این رو ترکیب بکنم، میدونید که انقباض ماهیچه نیازمند این هستش که به صورت فعال کلسیوم از شبکه سارکوپلاسمی یا همون شبکه اندوپلاسمی صاف خارج بشه و تأثیر بذاره روی تارچه ها و دیافراگ رو به صورت مسطح در بیاره تا عمل دم صورت بگیره. حالا از اینا بگذاریم، من الان راجع به دیافراگ بعدم براتون حسابی صحبت میکنم، ترکیبش با بصل و نخاع و نحوه کنترلش. حواستون باشه دیافراگم یک پرده یک تیکه نیست و در وسط خودش سوراخ داره. از این سوراخ مری برخلاف نای عبور میکنه، یعنی نای از مری بلندتره. اصلاً میگم برعکس، مری از نای بلندتره. و به این موضوع توجه کنید که از این سوراخ وسط میان بند علاوه بر مری که عبور کرده، آورت، بزرگ سیاهرگ زیرین و شاهرگ لنفی، رگ لنفی اصلی هم عبور میکنه. یعنی این چهار تا موضوع، آورت، بزرگ سیاهرگ زیرین، رگ لنفی اصلی و مری، از پرده دیافراگ عبور میکنن و میرن پایین و همه اینها اندام هستن، اندام رگ، اندام رگ لنفی و اندام مری. همه این اندام ها میان وارد حفره شکمی میشن. پس اطراف مری من میتونم سفاق ببینم، چون سفاق پرده ایه که اندام های داخلی شکم رو از خارج به هم وصل میکنه. اطراف شاخه ای از آورت من میتونم پرده سفاق رو ببینم، بزرگ سیاهرگ زیرین و شاهرگ لنفی، رگ لنفی اصلی هم به همین صورت بخشی از سفاق رو میتونم دور اون ببینم، ولی همه قسمت های مری نمیتونم سفاق رو ببینم. ببینید بچه ها، پرده سفاق بالاتر از میان بند نیستش، یعنی اینجا الان سفاق نداریم، درون قفسه بسته سینه سفاق نداریم، یعنی اون قسمتی از مری که در قفسه سینه هست به چومان درش سفاق دیده نمیشه. و این موضوع توجه کنید که سفاق در اطراف همه مری نیست، ولی میتونه در اطراف مری در بخشی از قسمت‌های اون مشاهده بشه. این شکل همچنین نشون میده که نای از مری جلوتره. ما توی فصل تنفس داریم که قضروف سی شکل نای قسمت دهانه بازش به سمت مری هست، یعنی به سمت عقب گردن هست، که حالا بعداً بررسی میکنیم، من فعلا با اینا کاری ندارم. حلق و غدد بزاقی و دهان رو هم میسپارم به فیلم بعدی، فعلا میخوام نکات شکم رو بگم. ببینید بچه ها، نشون دهنده این هستش که شکم، کبد در سمت راست، معده در سمت چپ. کبد جلوتر از معده هست، یعنی میتونه توی تست بگه که بخشی از کبد روی کاردیا رو پوشونده. بچه ها، کاردیا در قسمتی از مری هست که پایین تر از دیافراگمه. یعنی من اگر برم شکل صفحه بعد و اینجا رو کاردیا بخوام تعریف بکنم، این پرده دیافراگم هست. یعنی چی؟ یعنی اطراف کاردیا ما میتونیم پرده سفاق رو ببینیم و کاردیا بچه ها به گردن معده وارد میشه، نه به ابتدای معده. این قسمتی که تیک زدم ابتدای معده هست، دوست دارم بدونی که کاردیا به ابتدای معده وارد نمیشه. همچنین توی سوالا بدون که کاردیا رو بخشی از معده نمیگیرن، حتما فقط کاردیا انتهای مری هست. اگر دنبال دلیلش هستی، این هستش که در کاردیا ماهیچه مورب نداریم، اما در تشریح لایه‌های معده ما باید ماهیچه مورب رو مشاهده بکنیم. برمیگردم به شکلم. توی این شکل میتونم محل پانکراس یا لوزورمده رو ببینم که زیر و موازی معده هست. میتونم کلون بالا رو و کلون پایین رو ببینم. بچه به این شکل دقت کنید، کلون بالا رو، کلون پایین رو با فلش مشخص کردم. اگر زمانی که اینها رو من پاک میکنم دقت بکنید، کلون بالا رو جلوتر در سطح بدن و کلون پایین رو عقبتره. یعنی کلون بالا رو پایین رو در یک راستا نیستن، عقب و جلو هستن. حالا کدوم جلوتره؟ کلون بالا رو به ناف نزدیکتره و کلون پایین رو چون داره میره عقب، بره سمت مخرج، به کمر نزدیکتر است. و همینطور کلون افقی یک خط صاف نیست. کلون افقی از سمت راست به سمت چپ بدن یک حالت صعودی داره. این بخش رو چندین بار دقت کنید و نکاتش رو بنویسید. همینطور من اولین پیچ روده باریک در دوازده رو میبینم که از سمت راست داره به سمت چپ میپیچه. چرا به این صورت هست؟ چون بنداره پیلور در سمت راست بدن واقع شده و این رو ما باید بپیچونیم بیاریم سمت چپ. حالا
من نگه می‌دارم و نکات مربوط به ترکیب پانکراس و کیسه صفرا رو در فیلم بعدی میگم. فقط الان یه نکته میخوام بهت بگم. اگر در تستی در مورد بخش کیسه شکل لوله گوارش صحبت کرد، بخش کیسه شکل لوله گوارش، شما باید بگی معده. ولی اگه بخش کیسه شکل دستگاه گوارش رو صحبت کرد، چون گفتم دستگاه با لوله فرق میکنه، اگر در مورد بخش کیسه شکل دستگاه گوارش صحبت کرد، هم معده رو باید در نظر بگیری، هم کیسه صفرا. یعنی معده و کیسه صفرا هر دو بخش کیسه شکل دستگاه گوارش هستن. این نکته رو دوست دارم یه جا بنویسی، برام مهم هست. من یه تستی دیدم در این رابطه، اگر اشتباه نکنم برندش قلمچی 99 بود، آزمون قلمچی 99، و تست خیلی خوشگلی بود که از این نکته استفاده کرده بود. پس بخش کیسه شکل دستگاه گوارش هم معده رو در نظر میگیریم، هم کیسه صفرا. اما اگر خواست فقط در مورد لوله گوارش صحبت کنه، ما هم در مورد معده براش صحبت کنیم. خب این نکات رو به صورت خیلی ساده و ابتدایی من خدمتتون عرض کردم و بیشتر راجبش میتونم صحبت کنم، ولی این رو موکول میکنم به زمان آینده. حالا میرسم به توضیح شکل لایه های لوله گوارش. این شکل رو میخوام درس بدم. قبلش در مورد سفاق یه نکته بگم. بچه سفاق یک اندامه و رگ خونی از درون اون عبور کرده. ما در فصل 1 دهم داشتیم که اندام ها همگی هر 4 بافت پیوندی پوششی مایچه‌ای و عصبی رو با نسبت های مختلف دارن، اونو به یاد داریم. و با توجه به اینکه رگ خونی از اینجا عبور کرده، من میتونم بگم که توی سفاق هموگلوبین مشاهده میکنم. توی سفاق انیدراز کربونیک رو به عنوان آنزیمی که روی قشای گلوبول قرمز هست مشاهده میکنم، یا نوتروفیل، اوزینوفیل، بازوفیل، مونوسیت و لنفوسیت رو به عنوان سلول های سفید خونی، همینطور پلاکت و پلاسما رو مشاهده میکنم و هر چیزی که به خون ربط داره، چون از اینجا رگ خونی عبور کرده. حالا که من سفاق رو گفتم و اون نکاتی که در مورد مری و آورت و این داستان ها راجبش گفته بودم رو حتما به خاطر دارید، میخوام در مورد این شکل صحبت کنم. لایه های لوله گوارش هست که به صورت فانتزی من اینجا کشیدم و روی نوت وقتی توضیح میدم، شما روی این شکل جزوتون زحمت میکشید و کامل میکنید. بچه ها نگاه کنید، لوله گوارش شبیه به یک شلنگ هست. خب لوله اسمش روشه. اگر یک تیکه از این رو من ببرم با قیچی و باز بکنم، از خارج به سمت داخلش، یعنی از بیرونی ترین لایه به داخلی ترین لایه، همچین شکل مشاهده میکنم که روی نوت بهتر خدمتتون توضیح میدم. لایه های لوله گوارش کلن 4 تان که اینا من این رنگی کردمشون. لایه پیوندی خارجی رو داریم، لایه ماهیچه‌ای رو داریم، لایه پیوندی داخلی به عنوان لایه سوم مشاهده میشه و لایه مخاط. هر کدوم از اینها رو میخوام تشریح کنم. بیرونی ترین لایه که پیوندی سست است و من توی این شکل آبی آسمونی هایلایت کردم پیوندی های سستم رو که در موردش نکته زیاد دارم. بافت پیوندی سسته که همراه بافت پوششی یا بدون آن تشکیل بخشی از سفاق رو میده. من در همه بخش های سفاق بافت پوششی ندارم و تمام سفاق از این چیزی که نوشتم تشکیل نشده. بچه ها توی شکل من این نکته رو یادم رفتی خاطر نشان کنم براتون که حواستون باشه بخشی از معده و کبد در تماس مستقیم با پرده دیافراگم هستن. این رو حواستون باشه. به خاطر همین من اینجا کلمه بخشی از سفاق رو دارم توی این شکل. پس متوجه شدم لایه پیوندی خارجی پیوندی سسته که همراه بافت پوششی یا بدون اون تشکیل بخشی از سفاق رو میده. لایه دوم ماهیچه‌ای هست که ماهیچه طولی، حلقوی و مورب رو من مشاهده میکنم که مورب فقط در معده دیده میشه. و در سوالات حواستون باشه در لایه ماهیچه‌ای همیشه ماهیچه طولی بیرونی تره، ولی ماهیچه مورب برای معده هست که داخلی ترینه. و در سایر نقاط به جز معده ماهیچه حلقوی داخلی ترین لایه از لایه ماهیچه‌ای هست. و اینکه لایه های مختلف از لایه ماهیچه‌ای از طریق بافت پیوندی سست به هم مرتبط شدن، همین آبی کاربونی، این آبی آسمانی که کشیدم و گفتم آبی آسمانی اینجا
بافت پیوندی سست رو نشون میده. یعنی الان هم در لایه خارجی هم در لایه ماهیچه من بافت پیوندی سست رو دارم. لایه سوم هم بافت پیوندی داخلی هست که زیر مخاط نام داره و دارای رگ خونی و رگ لنفی فراوان هست. همونطوری که میبینید اینجا هم بافت پیوندی سست مشاهده میشه. یعنی تا کنون در هر سه لایه من بافت پیوندی سست رو داشتم و میرسم به لایه‌ای که لایه مخاط نام داره. لایه مخاط خارجی ترین بخشش ماهیچه مخاطی هست. من یه خواهشی که از دانش آموز عزیزم دارم این هستش که ماهیچه مخاطی رو با لایه ماهیچه اشتباه نکنه. ماهیچه مخاطی در سراسر طول لوله گوارش از ماهیچه صاف تشکیل شده، یعنی ماهیچه مخاطی در دهان و در انتهای راست روده در ونداره خارجی مخرج هم ماهیچه صاف هستش، اما در لایه ماهیچه‌های دهان، حلق، ابتدای مری و انتهای راست روده یا همون بنداره خارجی مخرج اسکلتی و بیشتر طول مری، کل معده، کل روده باریک و کل روده بزرگ و بخش زیادی از راست روده ماهیچه صاف هستند. یعنی لایه ماهیچه‌ای که لایه دومی هست که اینجا مشخص کردم میتونه اسکلتی باشه، اما ماهیچه مخاطی هرگز نمیتونه اسکلتی باشه و همه جا صافه، بنابراین تحت کنترل اعصاب حرکتی خود مختار هست. بعد از اون دومین طبقه از لایه مخاط که من مشاهده میکنم بافت پیوندی سست هست. بافت پیوندی سست پس تکمیل شد. در هر چهار لایه از لایه های لوله گوارش من بافت پیوندی سست رو دارم. پس اینجا سلول ها در بافت پیوندی سست نظم گرفتن و بعد از اون قشای پایه رو میگیرم که قشای پایه جزئی از بافت پوششی هست اما سلول نداره و من دو مدل سلول پوششی در سراسر لوله گوارش در لایه مخاط در قسمت پوششی در این قسمت مشاهده میکنم و اون بافت پوششی استوانه یه تک لایه هست که در معده و روده ها به جز انتهای راست روده و بافت پوششی سنگفرشی چند لایه هست که در دهان حلق مری و انتهای راست روده مشاهده میکنم. یه بار دیگه مرور میکنم برای اینکه مطمئن بشم درست گفتم. یه لحظه حضور ذهن نداشتم. استوانه یه تک معده و روده ها به جز انتهای راست روده و سنگفرشی چند لایه، دهان حلق مری و انتهای راست روده. خب اینو از لایه های لوله گوارش. و اما با این مطمئن باشید که نمیتونید تست بزنید. پایه یه چیزی است که باید بدونید، اما چیزهای دیگه هم نیاز هست که برای تست بدونیم. مثلا اینکه ما یک شبکه عصبی گوارشی داریم که این شبکه عصبی گوارشیمون از مری تا مخرج هست، در دو لایه زیر مخاط و ماهیچه دیده میشه. بچه ها انسان و هیدر دو جانوری هستن که در کنکور براشون شبکه عصبی ذکر شده. هیدر هم اگر یادتون باشه دارای شبکه عصبی بودش و این شبکه عصبی مستقل از مغز و نخاع عمل میکنه، منتهای مراتب در ارتباط تنگاتنگی است با شبکه اعصاب حرکتی پیکری. پس شبکه عصبی گوارشی یک شبکه هست. من در کنکور 98 یک تستی از طراح محترم کنکور دیدم که خیلی ناراحت شدم و این رو شبکه های عصبی گوارشی از مری تا مخرج معرفی کرده بود و اون جمله رو درست گرفته بود، در صورتی که انسان یک شبکه عصبی گوارشی داره از مری تا مخرج نه شبکه های عصبی. اون تای مراتب این حرکت رو چون کنکور انجام داد، قلمچی هم بعدش انجام داد و در کتاب تست این کلمه هایه رو به صورت اضافی ما داریم و متاسفانه و شوربختانه این رو اشتباه نمیگیریم که از نظر علمی اشتباه است. مطلب بعدی عمق نفوذ سلول های ترشحی هست یا به اصطلاح سلول های غده‌ای که ترشح میکنن که میتونه تا مخاط یا زیر مخاط باشه. یعنی این عمقی که مشخص کردم برای سلول های ترشحی مثل ترشحی معده یا ترشحی روده باریک نمیتونه بیشتر باشه و نهایتا تا زیر مخاط عمق دارن. و یه سری نکات دیگه برای تست من اینجا نیاز دارم و اونی که هر چهار لایه گوارشی پیوندی خارجی، ماهیچه‌ای، زیر مخاط، مخاط رگ خونی دارن و رگ خونی بافت پیوندی پوششی سنگفرشی تکلایه و ماهیچه صاف داره. یعنی در هر چهار لایه من اعصاب حرکتی پیکری خود مختار رو به خاطر کنترل این ماهیچه صاف دارم میبینم در رگ و سلول های بافت عصبی رو میبینم، چون دارم میگم اعصاب حرکتی پیکری خود مختار این ماهیچه رو کنترل میکنه. پس
یه نکته ای که عاشقش هستن طراحا این هستش که در هر چهار لایه‌ای که ذکر کردم و الان درس دادم رگ خونی داریم، سلول های مربوط به بافت عصبی داریم و چون رگ خونی داریم سلول پوششی و پیوندی داریم. پیوندی سست رو ما تو هر چهار طبقه داریم میبینیم، ضمن چیزی که گفتم توی هر چهار طبقه چون خون داریم انیدراز کربونیک، هموگلوبین، گلبول های ایمنی که نام بردم و پلاکت داریم و مسائل مربوط به پلاسما خون رو. این مطالبی که گفتم مطالبی هست که کفایت میکنه برای شما برای اینکه توی هر کتاب تستی تست های مربوط به لایه های لوله گوارشی رو انجام بدید. برای نمونه من برای اینکه وقتتونم نگیرم الان بدونید که تا آخر صفحه 34 جزء درس دادیم چند تا تست آوردم، حالا تست های ریز و سنگین آوردم که بتونیم با هم کار بکنیم. البته میدونیم که کنکور هم سبک نخواهد بود. میگه کدام گزینه عبارت زیرا در رابطه با لایه های لوله گوارش، یعنی اونی که الان تدریس شد، نادرسته. میگه در اولین لایه دهان از سمت داخل. بچه ها اولین لایه دهان از سمت داخل لایه مخاطی هست. سلول هایی یافت میشن که در ساختن بزاق نقش دارن. بچه ها ترشحی ها مثل ترشحی بزاق یا هر ترشحی که به عمق لوله گوارش نفوذ میکنه در لایه مخاط و زیر مخاط دیده میشن. این جمله درسته؟ بنابراین جواب ما نیست. جمله دوم میگه که در دومین لایه روده از خارج، از خارج که حساب کنیم این بنده خدا لایه ماهیچه‌ای رو داره میگه، سلول هایی یافت میشن که دارای فضای بین سلولی اندک هستن. پوششی داخلی رگ مثل هر پوششی دیگری فضای بین سلولی اندک داره. بنابراین این جمله درسته چون ما میدونیم توی هر چهار لایه رگ خونی مشاهده میشه. دوستان محترم بریم سراغ سه. میگه سومین لایه معده از خارج، از خارج که به سمت داخل من بیام پیوندی خارجی ماهیچه‌ای و سومین از خارج میشه زیر مخاط. خیلی از بچه ها سر کلاس وقتی من اینو حل میکنم به اشتباه اینو لایه ماهیچه‌ای میگیرن چون از داخل حساب میکنن، حواسشون به اون کلمه خارج نیست. میگه در سه جهت متفاوت سازمان یافتن. این لایه های ماهیچه معده رو میگه. این جمله اشتباهه چون زیر مخاط ربطی به سوگیری و جهتگیری ماهیچه معده نداره. و گزینه چهار میگه چهارمین لایه مری، این خیلی مهمه، از داخل. از داخل که چهارمی رو پیدا کنیم میشه پیوندی خارجی، یعنی اونی که سفاق رو میسازه. میگه بخشی از سفاق محسوب نمیشود. بچه این جمله اگر نمیشود بود درسته، اگر به جاش میشود هم میذاشت درست بود. میگی چرا؟ ببین من همین الان توضیح دادم، من اگر پرده دیافراگم این رو در نظر بگیرم مری اینه و سفاق اینجاست، یعنی اطراف بخشی از مری سفاق هست، اطراف بخشی از مری سفاق نیست. یعنی من در مری توامان قسمت‌هایی رو دارم که دورش سفاق نیست، قسمت‌هایی رو هم دارم که دورش سفاق هست. یعنی به هر حال گزینه چهار جمله درستیه. عاشق گزینه چهار هستم توی این تست. هر بار سر کلاس من اینو حل می‌کنم کیف می‌کنم. امیدوارم بچه‌ها اینو متوجه بشن. چندین بار ببینید، اگر متوجه نشدید من در خدمت شما هستم. من سراغ تست دوم. تست بعدی که بخوام حل بکنم خدمتتون، میگه در دستگاه گوارش انسان سالم و بارق بنداره انتهای روده باریک، اونی که سمت راسته گفتم اسمش ایلوسکاله و در کتاب درسی نیست، برخلاف بنداره ابتدای روده باریک. خدمتت عرض کردم ابتدای روده باریک اصلا بنداره نداری. اگر منظور این بنده خدا تو نوشتن تست پیلور بوده، که پیلور اصلا مال روده باریک نیست. چرا پیلور مال روده باریک نیست؟ چون ماهیچه مورب داره و مال معده است. مثلا دیگه نگاهش نمی کنم. دو میگه در انسان سالم و بالغ دیگه با بنداره کاری نداره. اول دوازدهه، دوازدهه بچه دوازده اینچ اول روده باریکه. یه نکته خیلی مهم و دوست دارم اینجا برات بگم. ببین اول روده باریک اسمش دوازده است.
اول روده بزرگ اسمش روده کوره که به آپاندیس منتهی میشه، و روده بزرگ بعدش میرسیم به راست روده. بچه راست روده جزء روده بزرگ نیست. اول روده باریک 12 هست، یعنی روده باریک اولش یه اسم دیگه داره، روده بزرگ هم اولش یه اسم دیگه داره، اسمش روده کوره. یعنی روده کور جزء روده بزرگه، 12 جزء روده باریکه، ولی راست روده یه چیز مستقله. راست روده نه برای روده بزرگه نه برای روده باریک، راست روده یه چیز مجزا برای خودشه. حق نداری بگی راست روده انتهای روده بزرگه. یعنی من انتهای راست روده مایچه اسکلتی دارم به این معنا نیست که انتهای روده بزرگ داره مایچه اسکلتی هستم. این رو دقت کنید. دو میگه ابتدای 12 یعنی اول روده باریک برخلاف کیسه صفرا سمت چپه. بچه هر دوی اینا سمت راستن، یعنی هم کیسه صفرا با توجه به شکلی گفتم سمت راسته، هم ابتدای 12 سمت راسته. سه میگه بنداره انتهای مری کاردیا رو میگه زیر قلب، کارد قلب، کاردیا زیر قلب سمت چپ، مثل بنداره داخلی مخرج سمت چپه. بنداره داخلی مخرج یا بنداره داخلی راست روده وسطه، پس این هماننده رو اگه برخلاف میذاش درست بود. قاعدتاً 4 باید درست باشه. 4 میگه پیلور مثل مجرای صفرا سمت راسته و درست داره صحبت میکنه. تست بعدی که خدمتون عرض میکنم تستی است که بازم دوستش دارم، تست خوبیه. میگه در هر لایه از لایه های لوله گوارش، اون 4 لایه که سلول های با فضای بین سلولی اندک یافت میشود، سلول های پوششی رو میگه. من میگم پوششی به خاطر رگ، هر 4 لایه این ویژگی رو دارن. یعنی صورت سوال میگه چیزی رو انتخاب کن که به هر 4 لایه مربوط باشه و من میدونم داخل رگ پوششی سنگ فرشی تک لایه است و انتخابش میکنم. یک میگه قطعا سلول های ماهیچه با قابلیت انقباض غیر ارادی دارن، همین جوابه، به خاطر رگ. رگ ماهیچه صاف داره، در هر 4 لایه هست. رگ در داخلش پوششی داره که سنگ فرشی تک لایه است، در هر 4 لایه هست. من گزینه 1 رو انتخاب میکنم. دو میگه قطعا سلول هایی با چندین هسته در سیتوپلاسم خود یافت میشود، ماهیچه اسکلتی رو میگه. بچه ماهیچه اسکلتی در هر 4 لایه وجود نداره، مثلا در لایه مخاط وجود نداره، در زیر مخاط وجود نداره، در پیوندی خارجی وجود نداره، در لایه ماهیچه ای هم فقط در دهان، حلق، ابتدای مری و انتهای راست روده وجود داره. میگه در هر 4 لایه سلول های اصلی بافت عصبی یافت نمیشه. من گفتم آقا بافت عصبی تو هر 4 لایه هست، به خاطر اینکه این باید اعصاب عصب رسانی بکنه به ماهیچه صاف، به دیواره ماهیچه صاف رگ، و همینطور من در شبکه عصبی گوارشی هم نورون دارم. یعنی نمیتونم بگم در هر 4 لایه نورون مشاهده نمیشه. البته اون عصب رسانی که میشه نورون کامل نیست به ماهیچه دیواره رگ، اما در شبکه عصبی نورون کامل من دارم. 4 میگه صورت سوال، یعنی هر 4 لایه در گوارش غذا یا جذب مونومر نقش داره. من میدونم جذب مونومر فقط مخصوص لایه مخاطی است و این رو هم رد میکنم. خیلی خوب، میرم سراغ بخش دوم تدریسم. دوست دارم در مورد حرکات لوله گوارش صحبت بکنم و بعدش میرم سراغ تستاش. میرم روی نوت، یه سری نکته رو با هم مرور میکنیم میریم جلو. با هم بررسی کردیم که سفاق یا روده بند یا مزانتر، این اسم دو تا اسم آخری که گفتم رو نمیشنوید توی کنکور، همون سفاق هستن، مزانتر یا روده بند در بخش هایی از اطراف مری که پایین تر از دیافراگم است مشاهده میشود، برخلاف قسمت هایی از مری که بالاتر از دیافراگم است. بچه این نکته در مورد انشعاب آورت، بزرگ سیاه رگ زیرین و رگ لنفی اصلی هم صدق میکنه و صادق است. حالا من مثالش رو با مری نوشتم. تأکید کردیم که سفاق یه اندامه، یعنی رگ خونی از درونش عبور کرده و همه چیزایی که مربوط به خون هست رو داره. هر 4 نوع بافت اصلی بدن انسان، یعنی پوششی، پیوندی، ماهیچه عصبی هم داره. حالا یه درسی من همیشه توی کلاسام میگم، خیلی علاقمند هستم به این درس و خدا رو شکر طالع با ما یار بوده و این تو کنکور معمولا استفاده شده. ببینید، من خواستم مقایسه بکنم
بافت پوششی مخاط و ماهیچه‌ای لایه ماهیچه‌ای در طول لوله گوارش. ببینید بچه‌ها، من که اینجا بعضی جا نوشتم ماهیچه‌ای اسکلتی، بعضی جا نوشتم ماهیچه‌ای صاف، دارم در مورد لایه ماهیچه‌ای صحبت می‌کنم، وگرنه ماهیچه لایه مخاطی همه جا صافه. ببین آقا پسر یا دختر خانم عزیز که گوش میدی درسو، ماهیچه مخاط همه جا صافه، همه جا صافه، فقط من دارم لایه ماهیچه‌ای رو مقایسه میکنم، یعنی طولی حلقوی و مبرب معده، که حالا مبرب معده میدونیم صافه. لوله گوارش رو ببینید بچه ها، لوله گوارش شامل دهان، حلق، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، راست روده و مخرج، که هر چیزی خارج از این و زیر پوست انسان جز سلوم انسانه، که توی فصل قلب ما سلوم رو داریم با هم حالا بررسی میکنیم. ببین اینجا فنیه، دهان، حلق و ابتدای مری ماهیچه اسکلتی دارن، انتهای راست روده و مخرج الا ماهیچه اسکلتی دارن، بیشتر طول مری، کل معده، روده باریک، روده بزرگ و بیشتر طول راست روده ماهیچه صاف دارن. حالا از نظر بافت پوششی، کل دهان، حلق، مری بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه دارن. یعنی چی؟ این نکته رو ببین، میگه جنس بافت پوششی مخاط در سراسر طول مری مشابه هست، یعنی همه جا سراسر مری شما پوششی سنگ فرشی چند لایه رو داری، ولی برخلاف جنس بافت ماهیچه که در لایه ماهیچه مری ابتدا ما ماهیچه اسکلتی داریم، سپس ماهیچه صاف، یعنی بیشتر طول مری ماهیچه صافه، یعنی بافت پوششی داخل مری همه جا پوششی سنگ فرشی تک لایه است، اون قسمتی که با غذا در تماسه، ولی در لایه ماهیچه‌ایش همه جا ماهیچه صاف یا اسکلتی نداریم. طراح عاشق اینه که مری رو سوال بده. ببین چون راست روده سنگ فرشی چند لایه‌اش و اسکلتیش میفته روی هم، یعنی هر جا اسکلتی سنگ فرشی چند لایه است، هر جا که اسکلتی نیست و پوششی استوانه یه تک لایه است مثل سایر قسمت‌های دیگه‌ای که از روده گوارش، از لوله گوارش نوشتم، ماهیچه صاف داره. راست روده رو عرض می‌کنم، برای من خیلی طراح علاقه بهش نداره، ولی مری چون که چالش ایجاد میکنه، بخشش ماهیچه صاف داره که بیشترشه و کمترش ماهیچه اسکلتی و سراسرش ماهیچه و سراسرش بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه با غذا در تماس، این تفاوت باعث میشه که از این نکته طراح محترم علاقه به طرح سوال داشته باشه. مجدد تاکید کردم که ماهیچه مخاطی همه جا به صورت صاف هستش. حرکات لوله گوارش رو میخوام بگم. شبکه عصبی گوارشی رو که متاسفانه عرض کردم تو کنکور یک بار این رو شبکه های عصبی گوارشی گرفته و درست در نظر داشته، یه نکته این بود که فقط انسان و هیچ شبکه عصبی دارن توی کنکور، اینو ما بلدیم، اینا رو بلدیم، یعنی و در سراسر لوله گوارش نیست، یعنی توی دهن این رو نداریم. تنظیم حرکات لوله گوارش رو انجام میده و تنظیم ترشحات لوله گوارش رو انجام میده، این دو پارامتر رو داره، ولی تنظیم ترشح لوله گوارش رو در همه جا انجام نمیده. مثلا پل مغزی که تو سال 11 هم میخونیم جز ساقه مغزه، تنظیم ترشح بزاق رو انجام میده که یک ترشح گوارشیه. پس اگر سوالی بیاد بگه هر ترشح گوارشی تحت تنظیم شبکه عصبی گوارشی، مثال نقضش پل مغزی هست، یه تست خوشگل دیگه نمیدونم تو کتاب گاج دیدم یا توی کتاب نشر الگو که توی جزوه هم اتفاقا گذاشتمش، گفته بود در قسمت‌های فوقانی لوله گوارش، از همین داستان لوله گوارش بود که براتون درس میدادم، گفت در همه قسمت‌های فوقانی لوله گوارش ما در هر بخش ماهیچه میبینیم و دانش آموز فکر میکرد چون تو پیوندی خارجی لایه ماهیچه‌ای، پیوندی داخلی و لایه مخاطی رگ خونی داریم و رگ خونی ماهیچه داره، این جمله درسته. در صورتی که در قسمت فوقانی لوله گوارش ما غدد بزاقی رو هم داریم که غدد بزاقی فرو رفته هستن به لایه مخاط و زیر مخاط، غدد پراکنده بزاقی
تا زیر مخاط میتونن فرو رفتگی داشته باشن و جزء لوله گوارش باشن. یعنی ما غدد بزرگ بزاقیمون مثل یک جفت بناگوشی، یک جفت زیر زبانی و یک جفت زیر فکی اندام گوارشی مجزا هستن، جزء لوله گوارش نیستن، اما غدد پراکنده بزاقیمون جزء لوله گوارش هست. پس من در این قسمت میتونم اندامی داشته باشم که دارای ماهیچه نیست، مثلا غده بناگوشی ماهیچه نداره، پس همه قسمت های بخش فوقانی دارای ماهیچه صاف یا ماهیچه نیستن. عرض می‌کردم که همه تنظیم ترشح رو شبکه عصبی گوارشی انجام نمیده. مثال نقضش رو از سال 11 هم براتون آوردم اینجا که پل مغزی تنظیم ترشح بزاق بود. حرکات لوله گوارش بچه به دو دسته کرمی یا دودی، بچه دوده به عربی یعنی کرم و به خاطر همین حرکات رو ما فارسی کرمی شکل نامگذاری کردیم. هر دو حرکات کرمی شکل و قطعه قطعه کننده در لوله گوارش انجام میشن. حرکت کرمی شکل بیشتر وظیفه جلو راندن داره و کمتر وظیفه مخلوط کردن، اما هر دو نقش رو داره. و حرکت قطعه قطعه کننده برعکسش هست، یعنی هر دو نقش رو داره ولی بیشتر مخلوط کردن رو بر عهده داره. دو تا کلمه تستی اینجا میخوایم کار کنیم. هر موقع جلو راندن با سرعت مناسب رو دیدید، داره راجع به حرکت کرمی صحبت میکنه، سرعت مناسب برای کرمیه، و انقباض یک در میان رو که دیدید حرکت قطعه قطعه کننده رو داره صحبت میکنه. و یه موضوع بهتون بگم بچه‌ها، حرکت کرمی علاوه بر لوله گوارش اینجا بسیار مهمه. حرکت کرمی علاوه بر لوله گوارش در میزنای های ما که قرار از لگنچه ادرار رو بیارن به سمت مثانه دیده میشه. من این رو براتون اینجا نوشتم، یعنی حرکات کرمی غیر از لوله گوارش دیده میشه. نوشتم در میزنای ها نیز حرکات کرمی دیده میشود که ادرار رو به سوی مثانه میبرد. یعنی حرکات کرمی توی تست مخصوص لوله گوارش نیست و این رو میتونه با فصل کلیه دهم یک ترکیب خیلی خوشگل ازش در بیاره. و از نظر علمی بخوام صحبت بکنم، حرکت کرمی از مری تا مخرجه و حرکت قطعه قطعه کننده در روده باریک مشاهده میشه، اما در کتاب درسی به اون پرداخته نشده. تست هایی که توی کتاب های تست از این میبینید یا برای نظام قدیمه یا به صورت تعریفی است. خب من یه سری نکته در مورد حرکت کرمی دارم. میگه حرکت کرمی ممکنه تا مخرج ادامه پیدا بکنه. میتواند، بچه ها در زیست شناسی به معنای ممکن است توی تست ها، توی تست ها میتواند دیدی به صورت ممکن است دست و دلباز تست رو بزن، یعنی یکم گسترده تر نگاه کن به قضیه. اما هر حرکت کرمی تا مخرج ادامه پیدا نمی کنه. یک، چون توی میزنای ها ما حرکت کرمی داریم که به مخرج ربطی نداره. دو، حرکت کرمی حین استفراغ برعکس میشن. یه نکته بهت بگم، در هنگام استفراغ از شش بنداره گوارشی سه بنداره گوارشی بازه، ابتدای مری، انتهای مری و پیلور. چون ما در استفراغ علاوه بر محتویات معده ابتدای روده رو هم تخلیه میکنیم، یعنی در استفراغ ممکنه محتویات صفرا دیده بشه چون صفرا به دوازدهه میریزه، یا آنزیم های پانکراسی میتونه در استفراغ دیده بشه، بیکربونات هم که خب تابلوه در سراسر لوله گوارش هست اونجا دیده میشه. البته حواستون باشه که گروهی از حرکات کرمی هم با بنداره متوقف میشن. مثلا کتاب رسی نوشته که با رسیدن حرکت کرمی به پیلور متوقف میشه و حرکت کرمی فقط نقش مخلوط کنندگی میتونه داشته باشه. یعنی این قسمت جزوه رو دوست دارم اهمیت بدی بهش. که توی حالتی که میرسه به بنداره متوقف میشه، یعنی هر حرکت کرمی گوارشی هم حتی به انتهای به مخرج نمیرسه، حتی اگه حالت استفراغ رو در نظر نگیریم. خب در مورد استفراغ صحبت کردم، باز بودن بنداره ها صحبت کردم، انقباضات گرسنگی رو بحث نکردم که انقباضات کرمیه که اگه چند ساعت معده خالی بمونه صحبت میشه. در مورد معده فکر میکنم کامل به صورت یک جلسه آموزشی صحبت کنم، یعنی چندین دقیقه در مورد معده صحبت کنم. فقط من در مورد شکل حرکات بحث دارم. بچه ها حرکت کرمی که خیلی منظم رو به جلو میره و توی کتاب درسی اگر به این قضیه دقت کنید از دهن به سمت مخرج گرفتتش،
یعنی این که من گفتم از نظر علمی از مری شروع میشه میره جلو، شما کرمی رو یه ریز توی این قسمت اومده که از دهن به سمت مخرج کامل این رو باید در نظر بگیریم، یعنی توی کنکور حرکات گوارشی رو شما کلا در نظر بگیرید. قطع قطع کننده که مال روده باری که اینو کتاب درسی نگفته، ولی حرکت کرمی رو از دهن در نظر بگیرید برید تا ته، میدونید که همشون به ته نمیشه. این برای من خیلی جالبه، تو کتاب این کارو کنید. یعنی حرکات قطع قطع کننده میتونه در نقاط تکراری انجام بشه، ولی حرکت کرمی منظمه. این نکته رو فکر کنم متوجه شدین که چی میگم، به صورت تکراری بودن و منظم بودنش بحثی بود که با هم انجام دادیم. حال من چند تست از حرکات لوله گوارش براتون انجام میدم. قبلش حرکات کرمی بچه‌ها یه نظمی داره که اول غذا باید وارد لوله گوارش بشه، اتساع لوله گوارش، گشاد شدن لوله گوارش رو ببینیم، تحریک عصبی دیواره لوله گوارش و حرکات گوارش. 1 2 3 4 ترتیب خیلی مهمه. توی تستا 2 3 رو معمولا جابجا می‌نویسن، یعنی اگه تستی بنویسه ورود غذا باعث تحریک عصبی و بعد گشاد شدن و حرکات میشه، غلط. ورود غذا، گشاد شدن، تحریک، حرکت. حالا اگه تستی بنویسه ورود غذا باعث تحریک میشه و بعد باعث حرکات گوارشی، درسته. یعنی اگر ترتیب رو رعایت کنه توی تست، ولی یکی رو جا بندازه که معمولا مورد دو رو جا میندازه، درست میگیری، تستش رو گذاشته عمل میکنی. ولی اگر بیاد بگه اول مورد 3 رخ میده بعدن مورد 2، اشتباه. پس شد ورود غذا، اتساع، تحریک عصبی، حرکت. اتساع هم به معنای گشاد شدن هست دوستان من، و این رو کتاب برای حرکات کرمی بیان کرده به این صورت. از حضورتون که سوال 9 میگه در دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ و این داستان ها، حرکات کرمی برخلاف حرکات قطع قطع کننده فقط یک نوع ماهیچه نقش داره توش. بچه در هر حرکتی حداقل ماهیچه طولی و حلقوی نقش دارن، حتی اگر توی معده نباشیم و مورب رو در نظر نگیریم. مثلا توی حرکت کرمی مری هم ماهیچه طولی هم ماهیچه حلقوی که توی لایه‌های لوله گوارش عرض کردم نقش دارن. دوم میگه هر حرکت کرمی مثل هر حرکت قطع قطع کننده میتواند نقش مخلوط کنندگی داشته باشد، جواب ماست. سه میگه کرمی برخلاف قطع قطع کننده یک درمیان منقبض میشه. بچه گفتم کلمه یک درمیان مال قطع قطع کننده است، بنابراین گزینه سه برعکس نوشته، یعنی اگه جای کرمی و قطع قطع کننده رو این بالا عوض میکردیم سه درست میشد. چهار میگه که حرکت کرمی و قطع قطع کننده ممکن نیست مواد غذایی رو به سمت انتها حرکت بدن، که میدونیم حرکت کرمی اصلا نقش اصلیش به جز در اون لحظه‌ای که به خاطر برخورده به بندارها متوقف میشه جلورانی هست. دو میگه هر حرکت کرمی برخلاف حرکات قطع قطع کننده. ببین وقتی میگه حرکت کرمی، شما باید گوارشی رو در نظر بگیری، باید اون برای ادرار رو هم در نظر بگیری در میزنای. یه هر حرکت کرمی تحریک سلول عصبی باعث گشاد شدن لوله گوارش میشه. دو تا غلط داره. یک، هر حرکت کرمی مال لوله گوارش نیست، من تو میزنای همینو دارم. غلط دوم این که اینو جابجا نوشته، گشاد شدن باعث تحریک سلول عصبی میشه. حدس من این هست، با کمال احترام، حدس من این هست طراح محترم که این تست رو می نوشته، که تست خیلی قویه و براش احترام قائلم در کتاب قلمچی، حواسش به حرکت کرمی میزنای نبوده و این رو به عنوان غلط در نظر می گرفته، چون به نظر من اون لحظه طراح محترم فقط به لوله گوارش داشته فکر می کرده. اینو می ذارم کنار، ولی دستش درد نکنه، تست خیلی خوبیه، ما داریم ازش استفاده می کنیم، سپاسگزارش هستیم. دو میگه در هر حرکت کرمی مثل هر حرکات قطع قطع کننده غذا در طول لوله گوارش با سرعت مناسب جلو میره. بچه سرعت مناسب رو گفتم فقط برای کرمی بگیر، این هماننده کارو خراب میکنه. سه میگه هر حرکت کرمی برخلاف حرکات قطع قطع کننده انقباض ایجاد شده در لوله گوارش به سمت جلو تا مخرج
ادامه پیدا میکنه. بچه ها نگاه کنید، من گفتم هر حرکت کرمی تا مخرج نمیره، خب، و ما مجبوریم گزینه چهار رو برداریم. درست ترین گزینه گزینه چهاره. عرض کردم طراح محترم اون لحظه فقط به لوله گوارش فکر میکرده و این غلطی که ما اینجا گرفتیم رو حواسش نبوده و هر حرکت کرمی کاش اینجا مینوشت گوارشی، که گزینه چهار دیگه خیلی درست میشد. میگه هر حرکت کرمی من اضافه میکنم گوارشی، ورود غذا به مجرا، چون از غذا داره حرف میزنه میگم گوارشی، باعث تحریک یاخته های عصبی میشه. عرض کردم ما ورود غذا رو باید داشته باشیم، گشاد شدن لوله گوارش رو داشته باشیم، تحریک عصبی رو داشته باشیم و حرکت رو داشته باشیم. حرکت گفتم اگر یکی رو این وسط حذف کنه ولی ترتیب رو درست بنویسه درست میگیریم. چند لحظه پیش عرض کردم. خب 45 دقیقه من تدریس کردم، حوصله‌تون رو سر بردم، ببخشید. انشالله فیلم بعدی ادامه گوارش رو با هم میریم جلو. فعلا خدا نگهدار.